دوستان سلام به کانال پارادوکسینین خوش اومدید یه پارادوکس دیگه پارادوکس ها معمولا جالب و دیدنی و شنیدنی هست این بار یه شاعر بزرگ و رضا شاه پهلوی شاه ایران اول مختصری راجع به ملک و بهار میشنویم و بعدش روابطش با رضا شاه پهلوی اسم این ویدیو رضا شاه پهلوی و ملک و بهار محمد تقی بهار ملقب به ملک و شعرها و رضا شاه پهلوی محمد تقیه بهار تو اشعار خودش رضا شاه رو شاه جهان نابغه راستین قاعد ایران زمین پادشاه بیغرین یک سوار وطن فارس لشکر شکن قاعد کشورستان مینامه فرمانده بزرگ و شاهی که فرمان او بر همه روان است خداوند ایران زمین شاهنشاه با داد و دانش کسی که از فر و اطراف کشور مسون گشته و حاجات مردم برآورده شده است همان شاهی که هست دلش بسته به سعادت کشور چون خسرو به دام تره شیرین شاهنشاه جوان که از فر رو او این کشور دیرین همچون گلستان شده است. نمونه القابی که بهار تو ستایش از رضاشاه شاه به اون نسبت داده. محمد تقی بهار تو موارد اختلاف سیاسی با رضا شاه داشت و حتی تو اون دوران گاهی به دلایل سیاسی و گاه بدخواهی اطرافیان هم به زندان افتاد و هم تبعید شد. بر اثر اون رنج ها و روحیه خاص بهار او اشعاری رو تو نکوهش رضا شاه هم سروده. مثل شعر مرغ سحر شعری که برای تمامی حکومت که در ایران به قدرت رسیدند همیشه و همیشه یه شعر سیاسی محسوب شده و بر علیه تمام حکومت بوده و در واقع میتونیم بگیم که شعری بوده که همیشه طرف مردم رو گرفته در تاریخ ادبیات و شعر ما اگه ترانه‌ای وجود داشته باشه اگه شعری وجود داشته باشه که برای همیشه متعلق به مردم بوده ترانه و شعر مرغ سحر بوده که شاعر اون ملک و شعرهای بهاره هر وقت اعتراضی به هر حکومتی در ایران دارید فقط کافی یک بیت از این شعر رو بخونید و مطمئن باشید سانسور میشید مرغ سحر نال سر کن داغ مرا تازه تر کن ملوک زرابی قمرالملوک وزیری و شجریان کسانی بودند که با خوندن این ترانه همیشه از طرف حکومت ها دچار محدودیت شدند که در ویدیوهای بعدی سرگذشت ترانه مرغ سحر رو به تفصیل با همدیگه مرور خواهیم کرد اما برسیم به ستایش رضا شاه توسط ملک و بهار ایده معتقدند که رضا شاه با عزم راسخ و کاردانی و میهن پرستی خودش بخش بزرگی از آرزوهای وطن پرستان رو جامعه عمل بپوشونه همون آرزوهایی که باستا اون رو تو شعر بهار پیش از انجام کودتا میبینیم از همه اون آرزوها فراتر برقراری امنیت و ایجاد و حکومت مرکزی تو ایران بود که بیشتر مسلحان اجتماعی و آدمهایی که سلطه بودن به اون اعتقادی راسخ داشتن و رضا تونست اون آرزو رو برآورده کنه و بهار بارها تو اشعار خودش به اون اشاره کرده برای نمونه تو منظومه چهار خطابه که در سال 1305 و بعد از تاجگذاری رضا سرود از آرزوی خودش مبنی بر برآمدن نابغه صالح و ایران پرست که بتونه رشته افکار رو به دست بگیره و با لشکری متحد و شکر ملک جمع رو امنیت ببخشه صحبت میکنه و اون نابغه رو تو وجود رضا میبینه بهار برنامه های آبادانی رضا شاه و اقدامات و اصلاحات عظیم اونو تو کشور به ویژه تو زمینه امنیت و حفظ تمامیت ارضی قدردانی میکنه و این داوری رو حتی بعد از برکناری اون تو آثار خودش بیان میکنه برای نمونه تو کتاب تاریخ مختصر احساب سیاسی که بعد از سقوط رضا شاه نوشته شده کارایی اون رو تو این زمینه ستوده و حتی پاره ای از کجروی های اون رو گناه اطرافیان سیاسی او به شمار برده و اون رو اینطور بیان کرده امنیتی که ایرانیان سالیان دراز بود اتش شدید با آن را در روح خود احساس می کردند مثل ابر بهاری بر فضای ایران خیمه زد از فعالیت و شوق این مرد خستگی ناپذیر و این عجوبه اصر خود بیرون آمده به اطرافیان و اکناف گسیل می شد آه اگر ده نفر صاحب منصب درس خانده و درست کار و جوان مرد از آسمان به زیر آمده به انجام دادن آرزوهای آن روز سردار سپه که در عالم خود بی‌نظیر بود کمر بسته بودند چه می آه اگر نامردانی بی سواد و پس فطرت و دروغگو با لباس شریف و بزرگوار نظام در دوروبر سردار سپه از دور و نزدیک سبز نشده بودند چه عالمی داشتیم من به این مرد تازه رسیده و شجاع و پرتاقت اعتقادی شدید پیدا کردم این روایی را در وزارت جنگ ایشان گفتم و به دفتر وزارت فرستادم و مدتی طول کشید تا به ملاقات ایشان رفتم سردار سپه راست دلی روشن و صاف چون آینه و رفیع چون قله قاف از او عمل است و از دیگر مردان لاف سردار سپه نمی توان شد به گذاف و اما چهار خطابه ملک و شعرا در مورد رضا شاه خطابه اول شاه جهان پهلوی نامدار شاه جهان پهلوی نامدار عیز سلاطین کیان یادگار خنجر بران تو روز هنر هست کلید در فتح و ظفر تیغ کجت چون ز نظم خواست، هر کجی بود به دو گشت راست توپ تو بر خصم ز دوزخ دری است قبر برایش درک دیگری است روی نکوی تو در جنت است هر که تو را دید ز راحت است بخت تو باشد علم کاویان ملک تو ماننده ملک کیان چون پیان بخت همایون شدی کاوه بودی باز فریدون شدی هیچ کس از بهر تو کاری نکرد هیچ عدد سند شماری نکرد هر چه شد از همت و هوش تو شد تا که جهان حلقه به گوش تو شد هر که برایت قدمی می نهاد از کف مشتت درمی می کسب کس به تو خدمت ننموده بسی منت بی جا مکش از هر کسی نیز کسی با تو نکرده بدی بد نسازد با فره ای زدی تاج بنه بخش سماوی است این شکر بکن کار خدایی است این تو همه را خواندی و پرداختی کار به آین خرد ساختی همت تو پیشرو کار شد بخت مددکار و خدا یار شد علم و عمل را به هم انداختی ولوله در ملک جم انداختی گردن دولت به کمند تو بود این همه از بخت بلند تو بود شاه ببخشد زرعیت گنا زان که شه از او بود و اوز شاه دشمنی شه به کسی در خور است کش حوس پادشاهی در سر است هر که ندارد حوسی این چنین تابع شاه است به روی زمین تابع شاه هر چه بود پرگناه هر چه بود مجرم و نام سیاه حالت فرزندی شاه دارد او سهل بود هر چه گناه دارد او حق شهان است که گر مجرمی مستحق عف نماید همی محمد تقی بهار خطابه دوم رو پادشاه قصه پاکان شنو نامیده و به این شکل آغاز میکنه پادشاه قصه پاکان شنو شمه از حال نیاکان شنو جمله نیاکان تو ایرانی هند. جز پسر بهمن و دارانی هند. از عقب دولت سامانیان آن شرف گوهر ساسانیان سال هزار است که از ایران زمین پادشاهی بر ننشسته بزین جز ملک زند که خون کیان بود به شریان و عروغش روان پادشاهان یک سر ترکان بدند جمله شبان گله گرگان بودند هستی ما یک سر پامال شد دست خوش رهزن و رمال رم شد اجنبیانی همه اهل چپو پرغه بردار و بدوز و بدو تازی و ترک و مغل و ترکمان جمله بریدند از ایران امان نای ببستند به مرغ سهر بال شکستند ز تاووس نر گشت گل تازیین این باغ و راغ پیس پر اشتر و اسب و اولاغ بعد عرب هم نشد این ملک شاد رسته شد از چاله و در چه تاد شد عرب و ترک به جایش نشست مست بیامد کت دیوانه بست بست عرب دست عجم را به پشت هرچه توانست از آن قوم کشت پس مغول آمد کتشان بسته دید تیغ کشید و سر ایشان برید اصل هست فارس عرب کرد دور بعد مغول آمد و کشتش به زور ظلم مغول قابل گفتار نیست شرح وی البته سزاوار نیست بود مغل جانوری بیبدی پیش مغل بود عرب جبرائیل گرچه عرب زد چو حرامی به ما داد یکی دین گرامی به ما گرچه ز جور جفا سوختیم ز علی علی معرفت آموختیم ای شاه عجم ملک جم رفت و فنا گشت زبان عجم نصف زبان را عرب از بین برد نیم دگر لحجه به ترکان سپرد هر که زبان داشت به مانند شم سوخت تنش زاتش دل پیش جمع زندی و سغدی همه بر رفت پهلوی و آزری از یاد رفت رفته بود از بین کلام دری گر نگشودند در شاعری پادشهانی به خراسان بودند که ز گهر فرخ ساسان بودند اهل سخن را سله پرداختند دفتر از اشعار دری ساختند آنچه اثر مانده از ایشان به جا شاهد صدقی است بر این مدعا از پس ایشان ملکان دگر جایزه دادند به اهل هنر ربع زمان ماند از آنان به جای ورنه نماندی اثری زن به جای یافت ز فردوسی شهنامه گوی شاعری و شعر و زبان آبروی شهرت آن پادشهان از زمین رفت از این کار به چرخ برین نام نکوشان به جهان دیر زیست خوبتر از نام نکو هیچ نیست از پس آن دوره به ترکان رسید نوبت این گله به گرگان رسید پهلویان در همدان و جبال آذریان در قطعات شمال رفت در این دوره به کلی زیاد نصف زبان پاک ز کار افتاد شعر شده مایه رزق کسان مت و هجا کاسبی مفلسان بیخردانی ز حقایق به دور پیکرشان از ادبیات اور شعر تراشیده ز مت و هجا بی اثر و ناصره و نابجا روح ادب خسته اخلاقشان دست سخن بسته شلتاقشان من به سخن زمزمه برداشتم پرده زکار همه برداشتم شعر دری گشت ز من نامجوی یافت زن و شاعر و شعر آبروی نظم من آوازه به کشور فکند نصر من آین کهن برفکند درس نوینی به وطن دادم درس نوین است که من دادم و اما خطابی سوم به از این عهد دلفروز نو به به از این عهد دلفروز نو عصر نو و شاه نو و روز نو پادشاها از پس ده قرن سال قرن تو را داد شرف زل جلال. تاج کیان تا به تو خسرو رسید چهره این ملک چو گل بشکفید از خود ایران ملکی تازه خواست تازه گر از وی شود ایران رواست پادشاها متو و ثنا می کنم هر چه کنی بنده دعا میکنم. رشته فکرم به کف شه بود شاه از افکار من آگه بود گر چون نیم شه به نوازد خوش است زان که چون نی نغمی من دلکش است بر دهدم تار صفت گوشمال پاره شود رشته و آرد ملال تا که چمن سبز شود در بهار سرخ بود روی تو ای شهریار از تو بسی خیر به ملت رسد نعمت امنیت و صحت رسد دولت نوداری و بخت جوان داد و دهش کن چو انو شیروان. تخت تختگه جم به تو فرخنده باد دولت و اقبال تو پاینده باد تا شود این ملک همایون به تو نو شود آزادی و قانون به تو عرصه این ملک به قانون کنی سرحدان دجله و جیهون کنی خاتمه بخشی بد ایام را تازه کنی اول اسلام را ملک خراسان ز تو خرم شود وسعت دیرینش مسلم شود وصل شود در همه مازندران شهر و ده و خانه کران تا کران کرد و بلوچ و عرب و ترکمان گشته به وسوت همگی یک زبان نقشه آثار تو والا شون نقش شود بر کمر بیستون زنده شود دین قویم نبی ختم شود دوره لا مذهبی فارسی از جهد تو احیا شود وحدت ملیز تو پیدا شود کارکنان کشف معادن کنند کوه کنان کوه زجا برکنند خاک وطن جمله زراعت شود کار وطن جهت و قناعت شود دشت دهد حاصل مرغوب خوب کوه شود حامل محصول چوب باغ شود کوه ز محصول نقص کوه شود باغ ز اشجار سبز کشف شود در قطعات شمال زر و مس و آهن و نفت و زغال اهل وطن سرخوش و اعدا ذلیل صادر ما وافر و وارد قلیل در همه جا کارگران گرم کار کارگران خرم و بیکار خار یک ترن از شرق بیفتد به راه وصل کند هند به بحر سیاه یک ترن از غرب شود سود زن وصل کند دجله به رود تجن و در بوشهر قطاری دگر وصل کند فارس به بحر خزر قوت ما قوت رستم شود هیئت ما هیئت آدم شود راست نشینیم و بپوییم راست راست نیوشیم و بگوییم راست دفع اجانب را جدی شویم لازم اگر شد متعدی شویم قصد تعدی و تجاوز به خسم شرط بود گاه تبارز به خسم حس تجاوز چون نمایان شود فعل دفاع وطن آسان شود تازه شود عهد خوش باستان نوبت پاکان رسد و راستان نو شود ایاد و رسوم کهن خلق به هر جشن کنند انجمن تازه شود جشن خوش مهرگان آنکه شد از قفلت ترک از میان آتش جشن صد روشن شود شهر ز بهمن جن گلشن شود روز شو با ماه برابر شدی بودی جشنی و مکرر شدی این همه یاد از ایران گریخت بس که وطن سینه زد و اشک ریخت پادشاها عیش وطن عیش توست بهر وطن عیش و خوشی کن درست گویی که عیاد کهن نو کنند یاد ز عهد جم و خسرو کنند و اما خطابه چهارم پهلوی ها یاد ز میراث کن پهلوی ها یاد ز میراث کن مدرسه پهلوی احداس کن پهلوی آموخت اهل فرنگ خواند خط پهلوی از نقش سنگ سغدی و میخی و اوستا همه کرده بر مردم دانا همه لیک در ایران کسی آگاه نی جانب خواندن همه را راه نی هست امیدم که شه پهلوی زنده کند عهد شه قزنوی با علما مهر و فتووت کند با ادبا لطف و مروت کند خاصه به این بنده که ایرانیم هم به سخن انصری سانیم خدمت من مخفی و پوشیده نیست لیکس خود وصف پسندیده نیست سال شد از بیست فزون تا که من گشته ام آواره حب بلوطن عشق من این بود که در ملک جمع نابغه قد به نماید علم نابغه ای صالح و ایران پرست رشته افکار بگیرد به دست تکیه به ملت کند از راستی دور نماید کجی و کاستی پست کند هوچی و بیچاره را شاد کند ملت بیچاره را آنچه سزا دید به حال همه اجرا فرماید بی واهمه تهمت و دشنام و دروغ و گذاف غیبت و تکفیر و خطا و خلاف دزدی و غلاشی و تن پروری پشت هم اندازی و هوچیگری محو شود جمله در ایام او فخر نماید وطن از نام او دوره او عصر فضیلت شود دوره آسایش ملت شود خار کند مفسد و جاسوس را تازه کند کشور کاووس را متحد شکل بود لشکرش تا که شود امن و امان کشورش شاهد ارزم بوده شهریار دوره پرشعشعی نوبهار دیدم از پیش من امروز را دادم این مجده فیروز را لیک دریقا که به درگاه تو جمع نگشتند از اشباه تو تو چو یکی شیر برون آمدی با یک شمشیر برون آمدی برق فروزنده شمشیر تو بود نگهدار دل شیر تو یک تن از بیشه چمیدی برون بود خدا و خردت رهنمون جانورانی به هوای شکار ریزخور سیدگه شهریار نام تو را ورد زبان ساختند پنجه به هر گوش در انداختند بنده و چون بنده کسان دگر هر یکی آزرده ز یک جانور از دل و جان جمله هواخواه تو دور فتادیم ز درگاه تو کار در این مرحله مشکل شود هر که ز دیده رود از دل رود هر چه قلم خلق به دفتر زدند تهمتان بر سر احقر زدند لاجرم از عذر زدم فال خود عفو تو را جستم و اقبال خود بنده خطایی ننمودم بگر کردم ای شاه ز من درگذر چوب ز بازوی فلک میخورم از سگ و از گربه کتک میخورم تاجره که چشم چپ ورشکست رفت و به ترشیز به جایم نشست فاطمیان دکتر علم حقوق آن به عدالت زده در شهر بوغ کرد مرا در سر عدلی خار سخت برآورد ز جانم دمار ساخت برایم ز مروت کلاه طرف کلاهی که ندیده است شاه کار به اشخاص دیگر میرسد نوبت البات گذر میرسد جانب این بنده نمایند روی نه اشکش و گورکن و مرد شوی شاه پشیمان شود آنگه که پیر مرد مانده سه تفل سغیر بو کشه هم لطف فراوان کند آنچه بود لایق شاهان کند آنچه شاهان با ادبا می کنند با شعرا و خطبا می کند. تا من و ملت به دعای تو شاه دست براریم به سوی الله دم بکش و خاتم بخشی بهار بر سخنان دری آبدار راستی از هر چه بود بهتر است راستی از خصلت پیغمبر است راستی و راست رو و راست گوی راست شو و هر چه دلت خواست گوی این چهار خطابه به مناسبت تاجگذاری رضا شاه سروده شده و در نوروز سال 1305 در حضور رضا به او تقدیم شد دوستان در اینجا پایان این ویدیو می‌رسیم. تا یک ویدیوی دیگه از شخصیت مشهور تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران شما رو به خدای بزرگ میسپاریم وقتتون بخیر و با امین دیدار